استاد دانشگاه کمبریج انگلستان فهم قرآن کریم را برای مقابله با مفاهیم انحرافی که دعوت کننده به نابودی و بازدارنده انسان از دستیابی به حقیقت و واقعیت است، عاملی مؤثر دانست. معز مسعود استاد دانشکده الهیات دانشگاه کمبریج انگلستان در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس تاکید کرد که فهم عمیق اسلام و قرآن عاملی برای ایجاد تمدن نوین و مقابله با مفاهیم انحرافی است معز مسعود در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد همچنین افزود قرآن کریم انسان را به شناخت و کشف حقیقت به عنوان راهی یاری رسان برای همکاری و همیاری میان انسانها به منظور تحقق اهداف صحیح بشریت دعوت می کند. و ضمن اشاره به بروز اختلافات بسیار و انتشار گسترده جنگ های مختلف در جهان تاکید کرد که فهم عمیق و حقیقی از قرآن کریم و مقاصد اسلام انسان را برای بنای تمدن مبتنی بر ارزشها یاری می کند گفتنیست مجمع جهانی اقتصاد موسوم به داووس برای اولین بار در ژانویه سال 1971 میلادی و در شهر داووس به عنوان محلی برای حضور رهبران اقتصادی و سرمایهداران اروپایی راه شد ایده اصلی این اجلاس این بود که افراد سرشناس با حضور در یک مکان مشخص درباره مسائل روز اروپا تبادل نظر کنند